هکو واکسنا رو خود تولید کردی، آمریکارم خود نابود کردی، اسرائیلم خود با خاک یکسان کردی، فلسطینم آزاد کردی، اقتصاد اول منطقه هم شدی، همه ارتشای دنیا هم خود سگتن. کارات که تموم شد ای گاز ما رو وسک و بیزحمت ما یخ کردیم از سر ما. بفرما را گم کدی آجی قا بفرما رود مباره آجی قا. خب با درود مجدد خدمت بینندگان عزیز، همونطور که گفتم خبری به دستم رسید که بسیار حائز اهمیته. شبکه گذار برای عبور از جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرد. گروهی متشکل از ده ها چهره دانشگاهی، حقوقدان، کارآفرین و فعالان مدنی یک شبکه تخصصی مدنی با عنوان شبکه گذار را راه اندازی کردند. در بیانیه اعلام موجودیت این شبکه آمده که این متخصصان و فعالان با گرایش‌های سیاسی و باورهای اجتماعی گوناگون از داخل و خارج ایران گرد آمدند تا به بررسی راهکارهای مشترک علمی عملی برای گذار از نظام سیاسی کنونی ایران به یک نظام مردم سالار و فراگیر بپردازند. این تا اینجاش خیلی خوب. از اینجا به بعد گوش کنید به اسامی: شهریار آهی، حامد اسماعیلیون، علی افشاری، آسیه امینی، رویا برومند، رضا پهلوی، نازنین بنیادی، عرفان ثابتی، فاطمه حقیقتجو و سعید دهقان از جمله مؤسسان این شبکه هستند. به این ترتیب آقای آهی که سالهاست من دارم راجع بهش صحبت میکنم که پشت همه این ماجره هاست، از پشت پرده بیرون آمد. این شبکه قرار است در روزهای 25 و 26 مارس کنفرانسی در دو روزه با شرکت ده‌ها استاد دانشگاه، کارآفرین، چهره فرهنگی و فعال سیاسی و اجتماعی در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، تو پرانتز عباس میلانی، این عباس میلانی رو من میگم، استنفورد کالیفرنیا برگزار کند. ترسیم راهکارهای ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک که به تک تک شهروندان امکان شکوفایی بدهد. هم‌آفرینی پلی به سوی آن آینده بر پایه اصول مشترک برای گذار و همراهی با مردم برای تحقق این گذار دموکراتیک از اهداف این نشست اعلام شده است. بلافاصله بعد از این مطلب عکس بزرگ آقای موسوی میاد و زیرش می‌نویسه حمایت صدها فعال سیاسی و رسانه‌ای از طرح میرحسین موسوی برای گذار از جمهوری اسلامی. بعد می نویسد که همچنین نتایج همه پرسی دیدگاه‌های تخصصی مدنی در مورد گذار به مردم سالاری در ایران، پیشگامان جنبش زن زندگی آزادی، جنبش زنان، جنبش کارگری و اقلیت‌ها و مکانیسم‌های انتقال صلح‌آمیز از جمله برنامه‌های این نشست است. یعنی پیوند اون مجموعه به مجموعه آقای موسوی و حالا مطالب دیگری. مهمان این ساعت از برنامه که خیلی خوشحالم که ایشون اینجا هست، برای اینکه من دیگه حقیقتا نطقم کور شد و ایشون بسپاریم میکروفون به دست آقای دکتر سعید سکویی. آقای سکویی بفرمایید. عرض ادب دارم خدمتتون.
عرض ادب دارم خدمت بینندگان بسیار محترم کانال یک و تمام هموطنان نازنینم که در ایران نظاره‌گر این برنامه هستند. خوشحالی نوروز باستانی رو به هموطنانم خصوصا درون مرز و برون مرز تبریک و تهنیت میگم و امیدم جز این نیست که سالی که بهش وارد شدیم سالی بهتر از سال گذشته و سالهای قبل از اون باشه. در خدمتتون هستم. خب آقای دکتر سکویی، شنیدید این پروژه جدید رو که به مدیریت آقای شهریار آهی داره به انجام میرسه و همین اون حرفایی که ما طی این سالا شما گفتید به شکل رادیکال، بنده گفتم به شکل دیگری، همین اونها داره رونمایی میشه. نظر شما چیه؟ حضور مبارکتون عرض کنم. ببینید جناب، اولا که من یک مسئله‌ای که نظر من رو جلب کرد، اسم خانوم مسیح علی نژاد در این نیست و این حائز اهمیته که چگونه ایشون بیرون، یعنی بیرون از این قضیه هست. در مرحله دوم خب اینها همه آقای شهریار آهی رو ما باش آشنایی داریم، در تمام طول 20 سال گذشته بزرگترین صدمات رو به سامان بر طرفداران سامانه پادشاهی زد. تمام کوشش ایشون چیزی جز این نبود که این سامانه رو کمرنگ بکنه و در نهایت بعد از اینم که شورای گذار ایجاد شد و شورای تصمیم ایجاد شد و همش هم ایشون کارگردانیشو میکرد. و اگر من به خاطر دارم در همین یکی برنامه‌ای که گذشت هفته یک دو هفته گذشته اینجا داشتم این مسئله رو بهش اشاره کردم که اینها میخوان پلی بزنن به طرف ایران آقای موسوی و در نهایت این رو هم اعلام کردن علنن و در واقع آن چیزی که حائز اهمیت شخص شخیص شاهزاده رضا پهلوی است که سالهاست ایشون آقای کارگردانی برنامه هایشون رو میکنه و دیگه اصلا هیچ صحبتی برای ما باقی نمونده که در مورد شاهزاده رضا پهلوی بخوایم بزنیم. یعنی در واقع ایشون اصلا تو وارد مسائلی دیگه شده، یعنی نهایی شده و روبرداری شده که اینا دیگه میخوان برن با اصلاح طلبان بسازند و در نهایت من نظرم اینه جناب همایون، ما اصلا از سالی که شروع شد دیروز یکی دو روز گذشته ما اصلا دیگه باید خط مشی سیاسیمون رو ببریم به طرف همون کاری که حضرت عالی یک دو سه هفته است شروع کردین و اون بازگشت به اصل قانون مشروطیت هست، قانون اساسی مشروطیت و این که میباید، خب نقایصی داره، نقصانهایی داره که شما بهش پرداختید، بنده پرداختم، جناب آقای امیر طاهری استاد همه ما بهش پرداخت، جناب آقای دکتر تقی‌زاده پرداخت و ما برای اینکه بتونیم با این گروه و با اینهایی که امروز در صدد یک تجزیه ایران و دوم به اصطلاح ماندگاری حکومت اسلامی رو که الان چندین ماه اینها گروه‌های مثل اون منشور و تشکیلات و اینها که سند تجزیه ایران رو بیرون دادند و حالا هم که دارن علناً با موسویچی ها و اصلاح طلب ها دارن بده بسنون میکنن، ما باید بریم و یک ستاد عملیاتی بسیار محکم و گسترده در جهت بازگشت به قانون اساسی مشروطیت و به اصطلاح گذاشتن کنارش 4 5 اصل اون که مهمترینش اون 5 تا به اصطلاح معممین یا به اصطلاح کسانی هستن که باید نظارت بکنن، اینها رو باید درست بکنیم و این راهی که شما پیش گرفتید آقای همایون یکی از بزرگترین راه‌های مبارزه با آقای آهی و دار و دسته‌شون، تجزیه طلب‌ها و پیوندشون با میرحسین موسوی است. آقای سکویی، یه نفر الان اومده یک کامنتی گذاشته میگوید که بهتر نیست تو این شرایط همه دست به دست هم بدهیم و از آخوندا گذر کنیم. نظر شما چیه راجع به این کامنت؟ ببینید جناب همایون، این طرز برخورد همه دست به دست هم بدیم، اینها بیشتر از کسانی به اصطلاح میان این حرفا رو میزنن که اصلا من یا نمیدانن چه میگوین یا غرض و مرض دارن. ما با کی دست بدیم؟ ما با تجزیه طلب ها دست بدیم؟ ما با موسویچی ها دست بدیم؟ ما شاهزادمون که به کلی اصلا رفته تو اون تیپ، تو اون ترکیب، تو اون موقعیت،
حالا باز آقای سعید سکویی داره تفرقه پراکنی میکنه، نفاق پراکنی میکنه. آقا ما امروز، ما باید در این سالی که وارد شدیم فقط و فقط سعی و کوششمون این باشه به خودمون متکی باشیم، به ملت در درون ایران متکی باشیم. هیچ کس غمخوار ملت ایران در این برون مرز غیر از یک تلویزیونی که نشسته شب و روز هم مدیرش، صاحبش از شاهزاده رضا پهلوی تقدیر میکنه با تمام فشاری که بهش میارن که آقا چرا این حرفا، از شاهزاده رضا پهلوی تا جونش گذاشته مایه گذاشته، آیا ایشون اصلا اهمیت میده؟ اصلا کر میکنه؟ ایشون به من نمیدونم چه مسئله پشت این قضیه است که ایشون داره با تجزیه طلبان، داره با میر حسین موسوی، داره با اصلاح طلبان، با اینها رفته 20 ساله داره میگرده. خب به نظر من، حالا ممکن آقای همایون حتما از من عصبانی میشه، ایشون رو ما باید بذاریم کنار دیگه، بذار کارشو بکنه. کارش هم جز ضربه زدن به اپوزیسیون، بزرگترین نیروی اپوزیسیونی که ایشون تیکه و بارش کرد تو این 20-25 سال گذشته، به اون پاکترین نیروی اپوزیسیون، طرفداران سامانه پادشاهی، طرفداران فرهنگ و تمدن چند هزار ساله پادشاهی. خب آقا جون، ما شما رو دوست داشتیم، داریم، تو سینمون هم هستی، تو قلبمون هم هستی، ولی بیش از این نمیتونیم تحملت بکنیم. من 20 سال این به این مسئله رسیدم، من از شورای ملی به این نتیجه رسیدم. اونی که میگه آقا دست به دست هم بدیم، دست به کی بدم؟ با مهتدی بدم؟ با معصومه علی نژاد بدم؟ با این آقایی که دو ماس پیدا شده حامد اسماعیلیون بدم؟ با عباس میلانی بدم؟ با تلویزیون هایی که در اختیار همین شهریار آهیست، پنجره این رو به خانه یه نمیدونم روح الله و تلویزیون این و تلویزیون اون، رو که حالا میخوان با هم همه متحد شدن ایران ما رو بیچاره کنن، ایران ما رو بدبخت کنن و به نحوی از انها حکومت اسلامی رو نگهش دارند. همین مسائل، همین شورای ملی و شورای گذار و شورای تصمیم و نمیدونم وکالت و این حرفا، باعث شد که ملتی که با جون و دلش اومد تو خیابون ها انقلاب کرد و به پشت پنجره های خونه هاشون بردن، این ور مردم رو سر کار گذاشتن، میلیون میلیون هم پول از این ور و اون ور و اون ور گرفتن، همشون جیباشون رو پر کردن، از اون بزرگه تا اون کوچولوه، همه به فکر جیبشونن. وقت این تلویزیون کانال یک شهر همایون باید التماس بکنه بعد از 20 سال مردم با بیایید کمک، بیایید برسید. این تنها صدایی است که داره الان برای تمامیت ارضی ایران، برای ماندگاری ایران، برای تجزیه نشدن ایران، برای رسیدن به این که ملت ایران در درون ایران خودشون دستاشون رو بالا کنن، کوچکترین اهمیتی به این اپوزیسیونی که در خارج از کشور جز خیانت بهشون کار دیگری نکرده بایستن. این نظر من آقای همایون. خدا میدونه مردم، به روح پدر و مادرم، الان دلم میخواست بلنشم از این در برم بیرون، برم یه جایی که نه هیچی بشنوم، نه هیچکی رو ببینم و تو این شرایط قرار نگیرم. در شرایطی که کسانی شاهزاده رو سپر کردند به طوری که زبان ماها لال بشه و بسیارانی که احتمالاً نیت پاکی هم دارند متاسفانه نتونن حرف بزنن و هر صدایی با واکنش‌های عجیب و غریبی روبرو بشه. خانم آقایان، وقتی یک مجموعه، اگر موضوع شورای گذار بود که شورای گذار تشکیل شده بود، بعد از اون هم که شورای تصمیم تشکیل شد، حالا بیایم این شورایی درست بکنیم، نخستین نام، بدنامترین نام در تاریخ سیاسی ایران آقای شهریار آهی باشه. کی نمیدونه شهریار آهی چقدر از دولت، آقای آهی شما 7 سال از سیاست پول گرفتی هر ماه،
گرفتی یا نگرفتی؟ خانم که از عربستان داره میگیره. بعد از اون آقای شهریاری، من آقای شهریار آهی، من شما رو متهم میکنم که از عربستان سعودی تغذیه مالی شدی و به بسیاری از آدم ها اینجا پول رسوندی. اگر دروغ میگم منو ببر دادگاه، منو به سلابه بکش. مردم، ملت ایران، من آزادی به دست عربستان سعودی رو نمیخوام. من آزادی به دست عبدالله مهتدی رو نمیخوام. منو نمیخوای، بلند میشم همین الان میرم بیرون. کجا بری آقا؟ سال هاست دارم فریاد میزنم مردم، یک صدای ملی پرقدرت احتیاج دارید، یک صدایی که شاهزاده بتونه بهش تکیه کنه اتفاقا. اما همه متحد شدن. متحد سر چی؟ اتحاد با شهریار آهی یعنی اعمال سیاست های عربستان در ایران. سیاست های عربستان در ایران منتهی به بازگشت به خانواده پهلوی نمیشه. کاری رو که میخواستند در جریان جنبش سبز انجام بدهند که اونجا هم به نوعی شاهزاده رو همراه خودشون کردن و نشد و ملت ایران نگذاشت و عمدتاً ایرانی ها در خارج از کشور، این بار همون گروه، همون سرمایه، همون مجموعه، همون سناریو داره به شکل دیگری اجرا میشه. این برنامه رو ضبط کنید، نگه دارید. بفرمایید آقای سکویی. حضور مبارکتون عرض کنم جناب همایون عزیز. یکی دو برنامه افتخار داشتم در کانال یک اجرا کنم که بلا فاصله بعد از اون چندین سایت، کوچه، این، اون، بالا، پایین شروع کردن به من حمله کرد. یه دقیقه معذرت بخوام. خواهش میکنم. یه کسی نوشته که شهرام آرزوش بود، میتونست از این و اون پول میگرفت، حضودیش میشه. مردک، جلوی این دوربین دارم اعلام میکنم، هم از عربستان توسط آقای علیرضا نوری‌زاده، هم از طرف وزارت خارجه ایالات متحده و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، جلوی دوربین دارم میگم، آمدند به من خواستند پول بدهند و من نگرفتم تا کور شود اون کس که، و تنها کسی هستم که جلوی این دوربین میشینم میگم 22 سال یک کمپانی رو اداره کردم بدون یک دینار از بیگانه. ببخشید آقای سکویی. خواهش میکنم. ببینید دوستان، همه این وبسایت ها، تمام این روزنامه های دوزاری، تمام این الدنگ هایی که لات و لوت های باجگیری که از تهران باج میگرفتن تا اینجا، حالا از اسم نمیبرم، نه اینکه بترسم، اما از خودم نمیترسم، اما ما بزرگترین ضربه رو نه تنها به ملت دربند ایران، بلکه به اپوزیسیون واقعی، نه اپوزیسیون تقلبی، نه اپوزیسیونی که از 200 دلار، 500 دلار، 5000 دلار، 50000 دلار، 1 میلیون دلار میگیره تغذیه میکنه تا بتونه در نابسامانی، در نگه داشتن این زنجیر بر گرده ملت ایران کار بکنه. بزرگترین ضربه ای که ما خوردیم، حالا باز بیاید به من فوش بدین، ما از شاهزاده رضا پهلوی خوردیم، باز الان آقای همایون از دست من عصبانی میشه. میدونی چرا خوردیم؟ برای اینکه شورای ملی رو وقت امروز فقط اتحاد، حتی تا 100 سال دیگر بدون خشونت. شورای ملی، آقا تو این شورای ملی حدود 1,600,000 دلار پول جمع شد تو صندوقش. این پول کجا رفت بعد از اینکه به هم خورد؟ کیا این پول خوردن؟ آقای پیرزاده و خانم نازیلا گلستانه یه مقدارش رو 178,000 دلارش رو بردن، بقیهش کجا رفت شاهزاده؟ مگر غیر از این که هر شورا، هر کاری که شما کردید یه کوه پول اومد توش بعد به هم خورد رفت؟ خب شما اینجا داری راحت زندگی میکنی، پولم از گوشه و کنار، از عربستان بگیر، از این ور و اون ور داری میاد، شهریار آهی هم که دلالتونه. خب شما دلی برای غمی نداری که بخوای اینجا رو ول کنی بری تو ایران؟ چرا با ملت ایران بازی میکنی شاهزاده؟ شما پدرت، پدر بزرگت افتخار تاریخ کشور منه،
طرفداران سامانه پادشاهی اگر شما را از روز اول دوست داشتند و دارند، صرفا به علت پدر بزرگوارت، پدر تاجدارت، اعلی حضرت همایونی، شاهنشاه آریامهر، ایران پدره، به خاطر رضا شاه کبیر، این ابرمرد تاریخ ایران زمینه. و الا خود شما که تو این 20 ساله کوچکترین حرکتی برای آزادی کشور من نکردید. اصلا نمیخوای بری ایران، کجا بری تو ایران؟ تعارف من با شما ندارم شاهزاده. 14 سال میشم همین آهی کسافت شما رو برد تو تورانتو. 3 بچه اطلاعاتی که تو پلتاک من اینها رو هر روز کشیده میزنم رو شاهزاده نشست. فرح خانم ضبط صوت رو روشن کن. سکویی مثل یه فوتبالیستیه که تو زبون لخ میدوه و اینجوریه و اینجور. 3 مصاحبه دیگه هم همون موقع شد. آقای شاهزاده، به اینایی که میگن پادشاهیان، به من که در مورد سکویی بارها بذاریم کنار. آقا هر جا خواستن کشور منو تجزیه کنن شما اون چو بودی. هر جا خواستن یه بامبول را بندازن، یه مقدار وقت اپوزیسیونو بگیرن، وقت طرفداران سرنگونی حکومت کثافت اسلامی در کلیت و تمامیتشو بخوان شما اونجا بودی. چیکار کردی؟ کارنامه شما برای رهایی و آزادی ایران در این 20-25-30 سال گذشته، آقا بیه یه ورقشو بگو. هموطنان عزیزم، نوروز است به شما و تبریک میگویم. هموطنان عزیزم، قلب من هم با شماست. خب این به درد کی میخوره؟ این شهریار آهیم ممر درآمد شماست دیگه. کار ما به جایی رسیده، خبرنگاری که تو ایران بالای مدرسه علوی امیران ارتش من رو، بزرگان کشور من رو تیر بارون میکردن، مثل بلبل دلخت ناگی پشتک میزد میگفت خمه الله و اکبر خمینی رهبر، همینی که من تلویزیون پنجره ای روح خانه روح الله رو داره، بنیانگذار سپاه باسداران آقای کی اسمش من محسن سازگارا، اینا یارای گرمابه شما هستن؟ آقای شریعت مداری فدرالیسم تجزیه طلب یاران شما هستن؟ دوتا وزن برست به من نشون بده کنار شما باشن. چند بار این دفتر شما مدیرانش عوض شدن؟ خب آخه شاهزاده دیگه، من که تعارف با شما ندارم که، خودتم خیلی خوب میدونی. شما اگه فردا پاد به ایرانم برسه، وطن پرستانی که تا اینجا میدونن چقدر سرشون کلاه رفته، ساکت نخواهند نشست. بفرمید. عرضم به حضورتون که شما فکر میکنید شاه رو، محمد رضا شاه پهلوی رو، بزرگترین عاملی که باعث سقوط محمد رضا شاه پهلوی شد جواسیس یا جاسوس ها یا بیوطن هایی بودن که کنار ایشون بودن؟ دقیقاً. آقای محترم، حسین فردوس انتخاب محمد رضا شاه بود. نقد به محمد رضا شاه راجع به انتخاب کسی که در بالاترین مراجع تصمیم گیری امنیتی نظامی ایران بوده، این نقد غلطیه. آیا این که بیایم بنشینیم و بگوییم چه شد که محمد رضا شاه پهلوی الان در ایران انقلاب، رجال جمهوری اسلامی میگن اختشاش، اما چه شد که محمد رضا شاه پهلوی در زمانی که هنوز اختشاشات به این اندازه نرسیده بود میاد خودش میگه انقلاب، من صدای انقلاب شما رو شنیدم؟ این واژه صدای انقلاب شما رو شنیدم در دهان محمد رضا شاه گذاشتن، آیا از سوی دوستان ایران بود، دوستان محمد رضا شاه بود؟ آیا نقد به این عمل نقد تخریب محمد رضا شاه پهلویه؟ چرا متوجه نیستید؟ شاهزاده رضا پهلوی، آقای عزیز، تاریخ رو نمیدونی. رضا شاه به دست فرماندهان نظامی خودش سقوط کرد. دقیقاً همینطور. چون 48 ساعت قبل
فرماندهان نظامی ارتش رو از کار انداخته بودن. رضا پهلوی، محمد رضا پهلوی، رضا شاه بزرگ، همه اینا قربانی اطرافیان خودشون شدن، منتخبین خودشون شدن. حالا این منتخبین جبری، آقای شهریار آهی بدنامه، بدنامه. من اگر به قیمت جونم هم تموم شده باشه، اسناد دریافت دارم جلو دوربین در مرکز کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا عرض میکنم، همون زمانی که CIA به آقای دکتر گنجی بابت درفش کاویاری پول میداد و این مرد ده ها نفر رو زیر پوشش خودش گرفته بود، همون موقع آقای شهریار آهی سالها از CIA پول گرفته. آقای آهی بیا توضیح بده اون پولا کجا رفته. آقای دکتر سکویی جانم بفهمید، علارغم همه این حرفا، بله بله، من عاشق رضا پهلوی ام، به خدا من هم هستم. این عشق من نشأت گرفته از چند موضوعه. موضوع اول اینو به همتون گفت، من 23 سال زندگی کردم مردم، بعد از اون زندگی نکردم، ولی 23 سال زندگی کردم و این زندگی مدیون محمد رضا شاه پهلویه. من نمیتونم بیان بکنم که با چه شوقی هر روز صبح از خواب بلند میشدم، از خواب بیزار بودم، اینقدر زندگی قشنگی داشتم به عنوان یه جوان 23 ساله. به خدا نداریش و مایون، نه نمیدونم فامیل بزرگی که داشتم، با هیچ کدوم اونام عاملش نبودم، خودم بودم. و محمد رضا شاه پهلوی میگه ایران و پرچم و ولیعهدمو به شما ملت سپردم. من احساس دین میکنم. حالا از نظر شخصی هم به ایشون علاقمند هستم، اون یه موضوع خود، ولی امروز به من بگید چه خاکی تو سرم بریزم. این دست های نانجیب رضا پهلوی رو تبدیل به سپر خودشون کردن. همین الان آقای سکویی اومد تو استودیو، بهش گفتم، گفتم آقا واقعا نمیتونم دیگه، واقعا ایشون منو به ذوق آورد حرف بزنم. آقای دکتر سکویی با این مصیبت چه بکنیم که این همچین ودیعه ای رو که از سوی محمد رضا شاه پهلوی به ما سپرده شده، این سناریو سپر بلای خودش کرده. حضورتون عرض کنم جناب همایون که من در استفاده با همین مطالبی که الان در مورد جناب آقای رضا پهلوی فرمودید، ببینید شاهزاده رضا پهلوی بچه نیست، شاهزاده رضا پهلوی 62 سالشه. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم اینها شاهزاده رو سپر خودشون کردن. اینا با هم همکارن، اینا با هم هم نظرن، اینها 30 سال 25 سال حداقل در کنار هم دارن کار میکنند. درسته که ما دیگه آخه دیگه حرفی نداریم بزنیم در مورد ایشون. آقا ایشون رو دیگه، اونایی که همیشه شاهزاده علا حضرت این حرفا میکنن، بیاد امروز بعد از 44 سال اعلام بکنه که مردم من از شما میخواهم که مثلا پس فردا مثلا اله بکنید، پنجره های خونتون رو باز کنید، چراغای طرف چپ ماشینتون رو روشن کنید. به خاک ایران سوگند اگه 100 نفر این کارو بکنند، برای که اونا میفهمن چه خبره. اونها اصلا بریدن از این مسائل. من با روزی 100-150-200 تا بچه ها تو ایران دارم صحبت میکنم، اصلا میخندن. خب شاهزاده، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اصلا دیگه نه راجع به شما حرف بزنیم، نه خوب بگیم، نه بد بگیم. بنده 15 سال شما رو گذاشتم کنار، چون من اگر رضا شاه کبیر بودم یا پدر بزرگ شما زنده بود و این اوضاع احوال رو میدید، به اهورامزدای ایران بیزه های شما رو دستور میداد بکنن چلو کرکس ها بندازن. بیچارمون کردید دیگه. حالا با موسوی، اون روزی که شما بالا و پایین بدن تو سبز زدی، من تو همین لس آنجلس یک تظاهرات، یک گرد همایی شهرام همایون گذاشته بود، من اون بالا رفتم گفتم نه احمدی نه موسوی، لعنت به بیت رهبری.
5000 نفر هم از گوشه و کنار موسویچی ها جمع کرده بودن و ورده بودن اینجا جلو فدرال بیدین که یکیشون هم با شهرام همایون دست به یخه شد. خب ما میفهمیم چی داره در محیط اطرافمون میگذره جناب آقای اعلی حضرت رضا شاه دوم. ای کاش میتونستیم اینو با افتخار بگیم. شما راهت از میهن ملت ایران، کشور ایران 20 سال جدا شده. شما اگر یک موی رضا شاه کبیر، یک موی پدرت تو تنت بود، ما الان تو ایران بودیم. نیست. بفرمایید جناب خوبه. عرضم به حضورتون که یه سوالی شده، من خیلی دوست دارم به این سوال جواب بدم. نوشته آیا این برنامه و این گفتگوها جمهوری اسلامی رو خوشحال نمی کنه؟ ای بابا، من الان به شما جواب میدم. دوستان عزیز، وقتی یه پروژه درست میشه، وقتی یک سناریویی برای یک کشوری تنظیم میشه، این سناریو ابعاد مختلفی داره. مجموعی اونچه که میبینید یعنی جمهوری اسلامی، اپوزیسیونی که این رفتار رو داره، همه اینا تو یک زمینن. آفرین. یعنی شما فکر نکنید جمهوری اسلامی داره راهی میره که این نوع اپوزیسیون خلاف اونه. نه، هر دوی اینها دارن به یه هدف کمک میکنن. هدف چیه؟ هدف تکه کردن ایرانه. همین. دقیقاً همین. جمهوری اسلامی به یه شکل داره به این هدف کمک میکنه و این نوع مجموعه ها به یه شکل دیگری. جمهوری اسلامی، شما فکر میکنید در ایران آدم باسواد کمه؟ آدمی که بتونه ایران رو از این معضل اقتصادی نجات بده وجود نداره؟ خیلی باید آدم نادانی باشید که همچین فکر میکنید. هست. نمیخواهند. شما فکر میکنید 75,000 کولبر در استان کردستان آیا حل این موزل کار سختیه؟ 75,000 نفر رو اصلا بیان بگن آقا دولت بیاد بگه ما این 75,000 نفر رو تأمین میکنیم تا براشون اشتغال ایجاد بشه، نرید کولبری کنید. اما کاری میکنی که اونقدر به این جوان کرد فشار بیاد که بگه ایران و پرچم ایران زیر پام، برم برای خلاصی. بنده خدا، جمهوری اسلامی همون کاریو میکنه که شهریار آیی تو خارج از کشور میکنه. این به یه شکل، اون به اون، هر دو تا بازیکن یه تیمه. آفرین آفرین آفرین. چرا شما راهی عجیبی میرید؟ آفرین. اینا دعوای قدرت هم ندارن، چون میدونن نه جمهوری اسلامی آینده داره از نظر حاکمیت، نه اینا داره، اینا مأموریت تجزیه ایران رو دارن. و صدای قدرتمند، قرم قرم ها، میزگرد ها با حضور تجزیه طلب ها، اپوزیسیونی که حضور چهرهای تجزیه طلب بسیار پررنگ و ملیون درشون حضور ندارن، اینا همه میخواد به یه نقطه برسه. منتها یکی دروازه‌بانه، یکی نمیدونم هافبکه، یه دینه من فوروارده، یکی کاپیتانه، یکی مربیه، و هر کدوم نقشه مختلفی دارن بازی میکنن. همین آقایی که اینجا نشسته، همین ایشون که داره این حرفا رو میزنه، سالها در رابطه با همین شاهزاده منتقد من بود. همین ایشون جشن تولد بزرگی در همین فدرال بیلدینگ برای شاهزاده گرفت. گرفتید آقا یا نه؟ بله بله بله. در یه روز 9 آبان. بله بله. چرا دور شاهزاده از مجموعه این آدم ها خالی شده؟ کی هست؟ من از شما مردم میپرسم، آقایی که به من انتقاد میکنی، یک کسی نوشته ایران تجزیه نمیشود، ابلهانه ترین حرفی که ممکنه زده بشه. هیچ کشوری در طول 130 سال 150 سال گذشته به اندازه ایران تجزیه نشده. آفرین. چی داری میگی؟ در تمام دنیا، کره زمین، هیچ کشوری به اندازه هراتش رفت، 17 شهرش رفت، دریای مازندرانش رفت، بحرینش رفت. چی داری میگی؟ چی رو تجزیه نمیشه؟ چرا تجزیه نمیشه؟ آقا نخست وزیر مملکت رو
آمدن بهش پول دادن 400 هزار تومان 400 هزار پوند، گفتن آقا برو مجلس، تو مجلس تصویب کن برای تجزیه ایران رو، در مجلس ایران تصویب کن. واو واو، بی سوادی، نمیفهمی، نمیفهمی دورت چی میگذره. بله خدا منو مرگ بدهد آن روزی که شاهزاده زیر بیانیه رو امضا میکنه که پرچم شیر خورشید درش وجود نداره. علی به کجا رسوندن؟ آرام آرام آرام. چرا شاهزاده امسال پیام نوروزی شد تو باغ اومدن خوندن؟ همش حساب داره. بفرمایید. حضورتون عرض کنم جناب همایون، یک گروه بزرگ سایبری ها و مجازی های حکومت اسلامی دور دیده، اینها در دنیای مجازی دائما میگن آقا تفرقه پراکنی نکنید، آقا امروز فقط اتحاد بکنید، آقا اصلا راجع به اون حرف نزنید. این بازی های شما برای وطن پرستان، عاشقان ایران زمین، دشمنان خونی حکومت درمانده پسمانده قرون وسطایی حکومت اسلامی، برای شما وطن فروشان، برای این وطن فروشانی که در خارج از کشور اینها ببینید من یه چیزی به شماها بگم، تمام اینهایی که دارن وطن فروشی میکنن، از همه اونهایی که اسامیشون رو بردیم امروز در این برنامه، اینها فکر نکنید قصر در میرید چون تو آمریکاییم، چون تو لندنیم، چون تو فرانسه ایم. شما باید بها پرداخت کنید. امروز آلمانی ها هنوز دارن افراد گشتاپو، اس اس، تمام این کسانی که یهودی ها رو تو کوره های آتش سوزی انداختن، هزاران نفر رو کشتن، باعث و بانی جنگ جهانی دوم شدن، اینها رو تو سن 80-90 سال تو کوچه پس کوچه ها میگیرنشون، اگه بتونن همونجا ترتیبشون رو میدن پنچرشون میکنن، نتونن به دادگاه ها میبرنشون. آقای آهی شما به ملت ایران خیانت کردی. اگر 4 تا وطن پرست در خارج از کشور بمونه ساکت نمیشینه. آقای نوری زاده ما فراموش نکردیم 4 صفحه شعر برای خمینی خوندی وقتی اومده بود بالا و پایین براش میپریدی. آقای سازگارا ما فراموش نکردیم سپاه بازداران رو، این نطفه ننگ و فساد رو تو کشور ما بنا کردی. ما فراموش نمی کنیم اون 57 هایی که اومدن خارج زیر پرچم جمهوری خواهی، جز خیانت تو این 30 سال در خارج از کشور کار دیگری نکردند. اونی که وطن پرسته شرف داره، حیثیت داره، خودشو نمی فروشه. آقای آهی، آقای نوری زاده، آقایون تلویزیون هایی که الان میخواییم با هم همدست بشین، ای دل اگر عاشقی در پی منقل باش. این که الان خیلی تشکر میکنم از فروزان جان همایونی، بهیه انصاری، رخسان گنجی، ویدا گلستان، خیلی خیلی متشکرم فروزان جان همایونی، خیلی ازت ممنونم. آقای دکتر سکویی جانم عزیز، تنها چیزی که ما رو میتونه از این وضعیت نجات بدهد قدرت، بدون شک. و این قدرتی که قدرت از دو جا میشه به وجود بیاد، یکی پوله، یا نه یکی از مردمه، بله، یکی از دولت‌های بیگانه، بدون شک. قدرت از این دوتا نه، که هر دوتاش مربوط به پول میشه. درست. شما فکر میکنید چرا اینقدر به من حمله میشه به خاطر پول جمع کردن؟ چون سراغ اون راه دوم نرفتم، نه به خاطر پول جمع کردن. پول جمع کردن که یه عده خب علاقمندن این کارو میکنن، ایراد چون روشون نمیشه بگن آقا تو چرا از بیگان پول نمیگیری، چرا ماننده آقای من جلو این دوربین میگم آقای نوریزاده آمد گفت آقا دیگه احتیاج این خانم دکتر عزیزی، آقای داریوش باقری شاهد آمد گفت آقا جان تو دیگه هیچ احتیاج به پول جمع کردن نداری، الان 3 میلیون دلار پول تو حساب من. گفتم آقا من همین، خدا میدونه به روح پدرم، به روح مادرم، در شرایطی بودم که پول بنزین برای اتومبیلم نداشتم، به روح پدر و مادرم. علی جان
دعوا با من سر اینه، سر هیچ چی دیگه نیست. و الان آقای دکتر سکوی، به نظر من این حرفو 10 سال دارم فریاد میزنم، تنها چیزی که ما رو میتونه از این وضعیت نجات بده، برانگیختن صدای میلیون از طریق یک رسانه قدرتمنده. دقیقاً. آیا این درست است یا خیر؟ البته که درسته. جناب همایون، من یک مسئله رو دائما بهش فکر میکنم در خلوت خودم، و اون اینی که ما این همه دکترها، پزشکای خوب، ثروتمند تو همین لس آنجلس، توی اورنج کانتی، تو سان دیگو، تو ساکرامنتو، تو سان فرانسیسکو داریم، اینها اکثرشون میلیونر هستن. چرا یه 10 تا از اینها، 20 تا از اینها نمیان؟ یعنی مالیات وقتی میخوان بدن یه سری دونیشن میکنن به مثلا به چرچ ها، به بنیاد حالا این اون 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 اون، که برای اینکه از تکسشون کم بکنن. چرا شما ها نمیایید به این رسانه این دونیشن هایی رو که به کالج ها میدید، به یونیورسیتی ها میدید، به این ور اون ور میدید رو، بابا شما 10 تاتون برای تکس دیدکشنتون بیاین هر کدوم 20,000 30,000 50,000 دلار بدین، به اهورامزدای ایران این تلویزیون میتونه تغییر و تحولی در درون ایران به وجود بیاره؟ با این همه دشمن که ما داریم که همشون رو نام بردیم امشب، امروز شما وظیفه اخلاقی دارید آقایون دکترها، وکیلها، وکلا، ریل استیت، به اصطلاح کسانی که املاک دارید، ملک دارید، بالا پایین دارید، شما همه تون باید تا 25 اپریل تا همون تکساتون رو پر کنید. شما تکس دیدکشن نیاز دارید، این دونیشن رو بیایید به کانال یک بکنید، یا لااقل بیایید 2,000 دلار، 3,000 دلار، 5,000 دلار، ماشاءالله درآمداتون تو سقف آسمون میره. شما دکترها چقدرم شرکت های بیمه به شما لاو میده، خب بیایید بکنید دیگه. این مالتی میلیونه هایی که هموطنان نازنین و خوب و دوست داشتنی یهودی من، شما وظیفه دارید در قبال اون هموطنان یهودیتون در درون ایران به این تلویزیون کمک بکنید. شما فردا به هر جهت اون کشور آزاد میشه، شما به هر جهت فردا فامیل دارید تو ایران، میخواید برید برگردید املاکتون رو بگیرید، اونجا چند تا وطن پرست به ایران بر میگرده، شما رو مورد سوال قرار میده برای آزادی وطن چه کردید؟ کمک کنید. بله. کمک نکنید، وطن پرستی کنید. عرضم به حضورتون که بله، ما یه تعداد آدم داریم که سند، عرضم به حضورتون که مهجور بودن و سند بیعقل بودن خودشون رو امضا میکنن. کسایی که میرن به ولایت فقیه، ولی فقیه یعنی چی؟ یعنی من ولایت میکنم کسانی رو که عقلشون نمیرسه، چون ولی فقط شده دو گروه میشه، بچه های صغیر و دیوانگان، این دو گروه میتونن ولی، از نظر قانون این دو گروه میتونن ولی داشته باشن. حالا ببینید خانم آقایون، من همه تلویزیون و جنبش رو نمیدونم، شاهزاده رو، شهر، من همه اینا رو برای ایران میخوام، هر کدام رو و هر ابزاری رو بدونم به ایران کمک میکنه، حمایت و ببینم کمک میکنه، نوکر پدرش هم هست. خب به تشخیص من الان حضور آقای سعید سکویی در این جلوی این دوربین به ایران کمک میکنه، 1,000 تومن با اختلاف ممکنه باش داشته باشم. من دشمنان خودم آوردم تو این تلویزیون برای که فکر کردم تو اون مقطع میتونن به اون آرمان کمک بکنن. اما خانم مهنازی که مینویسی آقا من فلان هستم، هر کدومتون منو فقط به صرف اینکه شهرام اینم قبول بکنید ولی میخواید، یعنی یا صغیرید یا دیوانه. شما عمل منو باید ببینید، عمل من بگید آقا شهرام امروز دعوت دکتر سکویی درست بود، فردا دعوت فلانی غلط بود. درست. اینی که دربست منو به ولایت قبول بکنید نشون میده شما یا صغیرین یا دیوونه این، یکی از این دو حالته. اما نکته ای رو که باید عرض بکنم این است، تردید نکنید جمهوری اسلامی سقوط میکنه، در این اصلا تردید، یعنی جمهوری اسلامی دلش خوش نکنه با این حرفا،
اون چه که مسلمه جمهوری اسلامی سقوط. ولی به چه بهایی؟ اما این طرف قضیه هم وجود داره. من 10 سال پیش داریوش همایون میگه آقا من برام مهم ایرانه، من تاکتیکم رو عوض کردم. اون موقع همه فوشش دادن، الان معنی حرفش مفهوم میشه. من از شما میپرسم خانم مهناز، شما از قرار گرفتن نام رضا پهلوی در کنار شهریار آهی چه حالی داری؟ یا میفهمی یا نمیفهمی؟ اگر میفهمی، من البته اینم بگم رادیو فردا این خبر رو منتشر کرده، نمیتونه غلط باشه، ولی باز باید دید آیا واقعا شاهزاده، چون شاهزاده قرار بود تو تورنتو هم شرکت بکنه، نکرد. انصافا اینم بگم شک نکنید آقا، امضا کرد آقا، شک نکنید دیگه، واقعا من نمی، ولی نه رادیو فردا هر دم از این باغ بری میشه تازه تر و تازه تر مطمئن میشه. عرضم به حضورتون که به همین دلیل من خواهش میکنم که هممون دست به دست هم بدیم در مورد اینکه چرا شاهزاده، یه سوالی هم کردن که چرا شاهزاده، هدف شاهزاده چیه؟ من به شما بگم هدف شاهزاده این بود که دید برای نجات ایران تو این اردوگاه ما قوی نیستیم. سکوی یه رای میره، من یه رای میرم، اون یکی یه رای میره، اون یکی رای میره، خودش ما رو ضعیف کرد آقای همایون، خودش ما رو ضعیف کرد، خودش ما رو داغون کرد، اینم قابل درکه. ولی بید اینجا بساطی نیست آخه، 100 ساعت هم با کانال یک حرف بزنه چند نفر میشنون؟ یه دقیقه با ایران اینترنشنال حرف بزنه چند نفر میشنون؟ شاید منم بودم همین انتخابو میکردم، نمیدونم. شاهزاده اصل میهن‌پرستی که در ذاتش هست، اینو که نمیشه تردید کرد، اما ابزار و تاکتیکی که انتخاب کرده به نظر من تاکتیک غلطیه. شاهزاده شما در کنار شهریار آهی موقعیتتون رو از دست میدید، کما این که همه زحمتی که طی این سالا کشیده بودید جمهوری خواهان مخالفین خودتون رو جذب کنید، با این منشور اونا که رفتن هیچی، از بین طرفداران خودتونم چند شقه شدن، چند گروه شدن، و الان قرار گرفتن نام شما کنار این اسامی به نظر من یک خودکشی سیاسی است. خود دانید. ممنونم آقای، خیلی سپاسگزارم جناب عزیز از تشریف‌فرماییتون، خیلی ممنونم، لطف دارید، و امیدوارم بیشتر آقای سکویی رو ببینیم و بر میریم و بر میگردیم. و باور کنید همه این مدت نه جان حرف زدن داشتم نه حال نشستن، اما چاره چیه؟ بریم و برگردیم در بخش بعدی با مهمان دیگری خواهیم بود. ممنونم آقای سکویی.